وکلای مدافع و خانواده‌های رهبران زندانی مخالف دولت تونس از دادگاه بین‌المللی کیفری ICC خواسته اند تا سرکوب سیاسی و سوء رفتار با مهاجران آفریقایی سیاه‌پوست توسط دولت تونس را مورد بررسی قرار دهد. این درخواست در آستانه انتخابات 6 اکتبر و به دنبال ادعاهای جدید مبنی بر نقض حقوق بشر ارائه شده است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تونس که قرار است 6 اکتبر برگزار شود، وکلای مخالفان سیاسی و خانواده های آنان بار دیگر از دادگاه بین المللی کیفری خواستند تا تحقیقات جدیدی را درباره سرکوب مخالفان و بدرفتاری با مهاجران آفریقایی سیاه پوست توسط دولت قیس سعید آغاز کند. این دومین باری است که چنین درخواستی از سوی مخالفان دولت مطرح می شود. وکلای مدافع اظهار داشتند که مدارک جدید نشان می دهد مهاجران آفریقایی سیاه‌پوست با رفتارهای خشن و بی‌رحمانه‌ای از سوی مقامات تونسی مواجه هستند. یکی از وکلا تأکید کرد دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت دارد این جنایات علیه بشریت را بررسی کند و باید برای حمایت از آسیب‌پذیرترین افراد با تمام توان خود اقدام کند. این مهاجران از کشورهای جنوب صحرای آفریقا که برای ورود به تونس نیاز به ویزا ندارند، این کشور را به عنوان سکوی پرتابی به سوی اروپا انتخاب می کنند. در کنار این، برخی مهاجران از مرزهای لیبی وارد تونس می شوند. یکی از اعضای خانواده های درخواست کننده با اشاره به افزایش خودکامگی، نژاد پرستی و نفرت پراکنی در تونس گفت، ما از دادگاه بین المللی و جامعه جهانی می خواهیم از انسانیت حمایت کرده و عدالت و کرامت را بازگردانند. 14 سال پس از آنکه محمد بوعزیزی دست فروش تونسی خود را آتش زد تا جرقه انقلابهایی را بزند که دیکتاتورهای تونس، مصر، لیبی و یمن را سرنگون کرد، زادگاه او و بهار عربی با خطر بازگشت به استبداد روبروست.